چه درسی می توان از سخنرانی سالانه اوباما درباره سیاست خارجه گرفت؟ پرسش خود را با دکتر یان نسر مدیر ارشد امنیت و سیاست خارجه در بنیاد جرمن مارشال در میان می گذارین. سیاست خارجه جایگاه اندکی در این سخنرانی داشت. اهمیت بیشتر به مسائل داخلی داده شد. دلیل این امر چه می تواند باشد؟ دانم که مردم کشورهای دیگر به این سخنرانی گوش میدهند و دوست دارند درباره جهان بیشتر بشنوند اما معمولا در سخنرانی های سالانه به موضوعات داخلی میپردازند مسائلی همچون بیمه درمانی اقتصاد و اصلاح قانون مهاجرت او یک جمله گفت که برای من خیلی جالب است او گفت اتحاد ما با اروپا قویترین اتحادی است که جهان به خود دیده است این در حالی است که وی برای ایجاد توازن قوا به طرف آسیا رفت مشکل دیگری هم هست از جمله ماجرای اسنودن فکر می کنم این مربوط به اعتماد است اعتماد باید میان اروپا و آمریکا بازسازی شود باید اتحاد همکاری های دو جانبه تقویت شود فکر می کنم مسئولان به این موضوع اعتقاد دارند به دلایل مختلف می توان اختلافات را کنار گذاشت. اختلافاتی همچون گوانتاناما و کنترل سازمان امنیت ملی آمریکا. باید به منافع مشترک که خیلی هم مهم هستند توجه شود. مسائلی که فقط مربوط به همکاری های امنیتی و دیپلماتیک نیستند، بلکه مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری هم مطرح است. اگر به ریسک در آسیا نگاه کنیم و چرخش سیاست ها را ببینیم، در واقع همه به مسائل نظامی و همکاری های بلند مدت اقتصادی با چین مربوط می شود. این موضوع مهمی برای آمریکا است. خوشبختانه این مشکلات بین اروپا و آمریکا وجود ندارد. فکر می‌کنم رئیس جمهور حق داشت مسائل اتحاد میان اروپا و آمریکا را برجسته کند. Be in اوباما در ماه مارس برای شرکت در کنفرانس سران اروپا به بروکسل می‌آید. این سفر چه دستاوردهایی تواند داشته باشد؟ A lot of it will be about مسئله اصلی تجارت و رشد اقتصادی خواهد بود. باید ببینیم سیاست های ما در داخل کشور چگونه مسائل نابرابری درآمدها را حل خواهد کرد. این مسئله بارها در سخنرانیهای های سالانه تکرار شده است. حد درباره ایران و صلح در خاور میانه صحبت خواهد شد. باید ببینیم برنامه او چه هست؟ شاید درباره سیاست های ناتو هم بحث شود. کنفرانس سران ناتو قرار است در فصل پاییز برگزار شود. بنابراین اروپا هزینه های بیشتری در امور نظامی باید داشته باشد. اوباما تلاش خواهد کرد تا این موضوع مورد بحث قرار نگیرد. اما این یک موضوع اصلی برای کنگره و آمریکاست. تلاش می کنند تا اروپا بیشتر در امور نظامی هزینه کند. این پیغام خوشایندی برای اروپا نیست. که از درخواست هایی است که مطرح خواهد شد. به خصوص در رابطه با افغانستان. Well, Dr. Ian Lesser of the German Marshall Fund, thank you very much for your insight. Good to be with you. Thank you.